Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz va qadrli Big TV ko'ruvchilari, men Firishta Morizada yana ham ayol va hayot dasturiga sizlar bilan bo'lman. Azizlar, o'zlaringizga ham ma'lum, barnomani, ya'ni bu dasturni ravanda hamisha ham tekrorlab kelsam, haykallar yana ham tekrorlay. 3 bo'limdan iboratdir. 1-chi bo'limimiz bir ayolimizni mehmon da'vat qilgan bo'lamiz, yo mehmon qilgan bo'lamiz. 2-chi bo'limimiz guzorish bo'limidir va 3-chi bo'limimiz esa bir kurashchan ayollarimiz hayotlari, faoliyatlari to'g'risida sizlarga bir qisqacha ma'lumot tayyorlab huzurlaringizga qaror beramiz. Xo'sh, azizlar, burus ham o'sha kundagidek bir yosh va kurashchan ayolimizni da'vat qildik va bugun ham biroz farqliroq, ya'ni bular forscha gapiradilar va bularning mushkuli bor ekan o'zbekiga. O'shanga binoan biz aytdik, xo'p, mushkuli yo'q. Har holda bizlarni ravanimiz, ya'ni barnomamiz ayol va hayot, ya'ni zan va zindagi, ya'ni shu ayollar hayoti to'g'risida bo'lgan uchun bizlar ham bularni da'vat qildik. Kelinglar birgalikda boraylik, bularning hayotlari to'g'risida eshitaylik. Va bular qanday bu yerga yetishib kelganlar, qanday faoliyatlari bor va qanday ishlarni qilib yuribdilar. Bu to'g'rida, ya'ni yalqdan ko'proq ma'lumot hosil qilaylik. Xo'sh, xora aziz va gran arjmo va barnomai ayol va hayot xushomadid. Nihoyat xuddan ma'rifat kunid baroy bindagonalik. Assalomu alaykum, firishtajon aziz va salom va binandigona televizion bek va jon sposasi ko'p barnoma da'vat qilgan Halima Mehdiyor hastam. Yak az bonvona ke javoz tijorat dora dar arsa tijorat kor mekonam va hamchunon ba mizudiyo inshaalloh iftitoi riyosat otoqoy tijorat sanay bonvona javozjon ra xoyim dosht. Xo'sh, Halima jon, men shoyat ke shuma bugun dar mavrida davron maktab, shuma maktabda dar kujo xondin va ba etmom rasondin. من متولد ایران هستم، یعنی ما در ایران به دنیا آمدیم و مکتب خود در ایران تمام کردیم و پانتون هم در پانتون امیر علی شیر نوایی تمام کردیم و اقتصاد دوباره شروع کردیم. حلیمه جان، میشه بگوین که دوران مکتب چگونه بود؟ دوران اصلا در اینجا خیلی یک موضوع خوب اشاره کردین که شما در ایران تحصیل کردین، چگونه بود تحصیل در ایران؟ خوب بود. خب باز ما با ایرانی ها تحصیل یک جایی نبودیم. مثلا ایران اردوگاهی را تشکیل داده بودن که بر اسم با افغانی ها، مکتب های افغانی ها جدا بود، مکتب های ایرانی ها جدا بود. بد نبود، ولی افغانستان از لحاظ تحصیلی اونجا بالاست، اما از لحاظ احساسی افغانستان برتر است. عموما در آنجا افغان ها تحصیل میکردن یا که مکتب میخواندن؟ بله، خیلی زیاد بودن. یعنی در چندین ولایتش که اردوگاه تشکیل دادن که افغانی ها اونجا هستن، حدودا 2000 خانواده مکتب های از اینا جدا بودن، اما در شهرها مکتب ها یک جای بودن. چون ما اردوگاه زندگی میکردیم، مکتب ما با ما افغانی ها بود، معلمین ما پس از مردم های خود ایران بود. خیلی خوب. شما امی افغانهایی که در خود افغانستان زندگی میکنند و افغانهایی که در ایران زندگی میکنند، زندگی و ارتباط آنها رو با خودتان چه قسم فکر میکنید؟ یعنی رویه و رفتار آنها چگونه است؟ افغانهایی که ایران زندگی میکنند، با خب هر کس به نظر به ظرفیتش رفتار خود دارند دیگه. ما در این جامعه هم آدمای مفید و مضر خود داریم، در اون جامعه هم همچنان. البته. خوش حلیمه جان عزیز، بگوین مثلا دوران مکتبتون، اول ما در دوره مکتب باشیم که امی مکمل بفهمیم که چی خاطره های از خود دارین، یعنی به یک کشوری که کشور خودتان نبود در اونجا زندگی کردین، در اونجا تولد شدین، در اونجا تحصیلتان تا 2000 خلاص کردین، چی قسم بود خاطرات که غم انگیز باشه یا خوشی ها را با خود داشته باشن؟ یکی از خاطرات خوشمی بود که ایران هر سال، سال آخر که میشد آخر امتحانه زمستانه اونجا مکتب های شروع میشه، باز آخر سال بهار اینا یک برنامه میگرفتن که دخترای افغان با دخترای ایرانی ها باید مسابقه بده. هر سال افغانی ها برنده میشدن و این برای ما بسیار خوشایند بود که یعنی اینقدر ما درس و کوشش میخواندیم که اونا در مقابل درس های ما برنده نمیشدن. ما در استان کرمان زندگی میکردیم و منطقه که ما بودیم به نام برتسیر یاد میشد که ما را میبرد در کرمان، دو سه شب اونجا بودیم و امتحان درس میخواندیم و ما یک بار اشتراک کردم. البته گروهی بودیم تا آنها، ولی چندین سالی که من یادم هست افغانی ها برنده بودن، یکی حس خوب ای بود.
و حس خوب دیگه بود که وقت ما مثلا اشتباه بود دیگه یا بعضی افغانی ها تمیز نمی آمدن با مکتب چیزا رو ما داریم میشه. در داوری بود که همش استادا یاد میکنن که مثلا اصلاح شو اینا برو بابا اینا افغانی از اینا اصلا اصلاح نمیشن. این ای کلمات بسیار بر روحیه ما تاثیر میکرد تا خوب تمام کردیم و اومدیم بعد. حلیمه جان عزیزی بگوین شما چرا وقتی که از ایران آمدین در اینجا تحصیل شروع کردین چرا این رشته حقوق انتخاب کردین؟ به خاطری که علاقه حقوق یک انتخاب فامیلم بود و دیگه خودم بسیار به می سارنوال بودن بسیار علاقه داشتم که میخواستم یک سارنوال موفق باشم و بعض دختر خانم ها مثلا چی میکردم. من نسبتا به می چیزا بسیار علاقه داشتم که خواندم و ما یک سال دیگه هم وقتی که آمدم مدارک ما که از ایران آمدن به خاطر اینکه وقتایی که ما بودیم ایران صنف 6 نداشتن یک سال 12 ما را پایین آوردن و یک سال ما 12 را مجددن در مکتب چیز خواندم کارته دوستم چون ما یک سال مجدد خواندم تا نیم سال خواندم البته تا اسنادم تکمیل شد و از ایران فرم آمد که ما یک سال نداشتیم اما تلقی زون ایران امتحان بدن امتحان دادم با توانستم که پانتون بخونم. خیلی خوب، شما از رشته که خواندین حقوق یعنی رشته حقوق که خواندین آلی از او راضی هستین؟ بسیار زیاد. خب چی باعث شد که شما پس امی رشته اقتصاد هم میخواین بخوانین؟ به خاطری که من پای ماندم به بزنس، در بزنس اگر اقتصاددان نباشی بسیار مشکل است. خیلی خوب، دلیلی که اقتصاد انتخاب کردم به خاطر بزنس هست. آلی محصل رشته اقتصاد هستین؟ بله، از رشته اقتصاد. سنف چند؟ سمستر اول. سمستر اول هستین، ماشاءالله خیلی خوب. شما گفتین که ما یک اولین بانوی هستیم که در جوزجان یعنی تجارت میخواییم بکنیم. بله، اولین کس هستیم که تجارت جوازش با نام خود دارم که درسه صنایع. خیلی خوب، شما در فامیل چند نفر هستین و والده محترمتان چی کار هستن، چی میکنن؟ ما در فامیل خودم هستم، دوتا برادرم هست و یک برادرم ازدواج کردن، یک برادرم مجرد هستن. مادرم، پدرم فعلا اردیشان ایران تشریف داره خوب. و یک برادرم هم همچنان چون عروسی داریم ایران، اونا فعلا ایران هستن. خوب، خیلی خوب. حلیمه جان میشه بگوین که دهی کارها شما رو بیشترین کسی که یعنی افرادی که شما رو زیادتر تشویق میکنن آنها کیها هستن؟ تشویق اول یک دختر که به یک جایگاهی میرسه حتما خانوادهش تشویقش میکنن و در پلیس و همسرم نامزدم من رو بسیار زیاد تشویق میکنن در یک سر حمایتی که میکنه همسرم است. خیلی خوب، خیلی باشه. شما نامزد هستین؟ بله. خیلی خوب، نامزد دن چی کار هستن؟ اونا در ایران زندگی میکنن. آنها هم در ایران زندگی میکنن. خب از قوم خیش هستن؟ بله. خب خیلی خوب. حلیمه جان میشه که بگوین شما تا حال که زندگیتان تا این حد که رسیدین با وقتی کدام وقتی شده که شما با موانع یا چالش روبرو شده باشه؟ بسیار زیاد موانع ها که ما چیز مثل که ما یک مکتوب داشتیم در یک جایی بودیم به یک از ارگان های دولتی طرف ما که دید گفتن زمه چی مونده به تجارت بسیار شکننده بود برای من و من سر از اون مکتوب بسیار روزای سخت رم دیدم بسیار زیاد. ای حلیمه جان با واقعیت خیلی سخت است که بیشترین مردم میگن که مثلا زنها هیچ چیز نمیتونن، زنها رو ناتوان فکر میکنن. در اصلیت امی زن است که همه چیز میتونن، امی زن است که اولاد به دنیا میره، جهان که هست از طریق همی زن هستن. زن زندگی چرا میگن؟ به خاطر که امی زن است که زندگی میتن، اما همو زن اونا ناتوان فکر میکنن. اصلا این نقطه ضعف خودشان هستن، به خاطر که مادرشان و خواهر خودشان میگن که ضعیف هستن، اما مادر و خواهری که فامیل میچلانه همون را اشخاص ضعیف میگن. دقیقا مثل که یک بانو در طرف اروپا میرفته و با یک مسلمان در تیاره بودن، او خانم کافر بودن و کسی هم که در پولیش بوده لابود یک از اون مسلمان هایی بوده که واقعیت اسلام رو میفهمیده. او خانم مسلمان شده با گفتار ای، بعد از مصاحبهش میگه چرا مسلمان شدی؟ میگه من یگانه مذهبی را دیدم که یگانه دینی را دیدم که یک قدر آزادی برای زن داده جز دین اسلام نیست. یعنی ما در اسلام خود بسیار آزاد، در دین خود بسیار ما آزاد هستیم. میگن که بهش زیر پای مادر است. آیا مادر زن نیست؟ البته.
خیلی خوب، شما بگوین حلیمه جان که تجارتتون در مورد چی هست؟ شما در مورد چی، در کدام کارها میخواین تجارت بکنین؟ ما در عرصه صنایع بانوان که مثلا قالین است و گیلم و این صنایع بانوان است که ما به افغانستان و خارج انشالله که صادر میکنیم. تا فعلا دنبال تازه جواز گرفتیم و به خاطر این تعصباتی که ما در جواز جان داریم قریب یک 6-7 ماه میشه که قریب یک سال هم بگم میشه دارم دنبال این کار هستم. تازه است که من یک نتیجه دقیق از کار خود گرفتم. خب خیلی خوب، اولین صادراتی که شما داشتین در کدام کشور؟ تقریبا 2 هفته پیش یک فستیوال بود در کشور ازبکستان، اگر در تلویزیون دیده باشین. خودم نرفته بودم اما مروان کرده بودم. اول خود دست یک بانو به نام منیژه سادات است که اگر مرا میبینن سلام قلبا تقدیمشان میکنم که در فستیوال نمایش مرا اونا با وجودی که دعوت بودن اما اونا رفتن ششتن و صنایع مرا به فروش گذاشتن و بسیار خوب به فروش رفتم. خیلی خوب، خیلی شما ایتو باشه در حال موفقیت ها هستین، یعنی که در حالی هستین که شما موفقیت هستن. بله در روند، یعنی انشالله تعالی من مطمئن هستم که شما موفق هم میشین به خاطر که اولین بانوی هستین که میخواین دیگران را هم در این را تشویق کنین. ما هم در دعا میکنیم که بخیر به این کارهایتان موفق شوین. حلیمه جان، حلیمه جان شما امی زندگی زنان را در جوز جان در کل یعنی در جوز جان در افغانستان و در ایران چگونه میبینیم؟ یعنی تفاوت بینشان در برنامه ها وقتی میری میبینیم مثل که برنامه ریاست تبدیه گرفته بودن. من با مصاحبه خودم گفتم از حقوق داشتن صحبت میکردن اما در کوچا کلش قاری صاحبا و مکلانا شیشته بود، خانوما پشت کوچا شیشته بودن، یکی از حقوق مراعات نمیشه نمیچست. که برای زن تایفه در جوز جان با اندازه که باید ارزش قائل باشن نیستن، ارزش قائل نیستن. ژورنالیست های ما مشکل دارن به ساحه رفتن نمیتونن. دختر خانم های ما اگر در اجتماع اندک کار اجتماعی بکنن توهین و تحقیر میشن، حمایت نمیشن و کسایی که در رس هستن در کابل ترینینگ ها ایجاد میشن. اما آدم های تکراری میرن، مثل که ما در مرکز میریم میگیم شما ما از جوز جان هستیم این کار میکنیم، فقط اونمو آدم های تکراری را میگن به شمول بعضی از خانم های بزرگی که در رس هستن، فقط اونمونا دعوت میشن، اونمونا ترنینگ میبینن. اما این نسل جوانی که تازه به نمو هستن، دختر خانم هایی که تازه فعالیت میکنن، اونا اصلا تا هنوز بعضیشان شاید روی مرکز ندیده باشن اما استعداد به درجه آخر ما داریم. ما قدر رسامایی جا داریم که اگر با مسابقه به اوجه بره قابل تحسین است. اما اینجا فقط خانوادگی شده میشه. امی هنرم فعلا در جوز جان نمیتونه گپ داره. یکی از نقطه های ضعفی که در ولایت وجود بعضی از بانوهایش هست مثل که متاسفانه فدراسیون فوتبال متاسفانه با رئیسش بعضی از تهمت ها بود یا حقیقت بود، او برای اونا او خدایش هم ثابت. اما اینجا ما در لیگ رفته بودیم، ما برای دیدن فوتبال چند تا از بانوان رفته بودیم. شما در کابل چرا پیش رئیس فدراسیون رفتید؟ حالا پیش رئیس فدراسیون رفتن او کسای دیگه تقاضا کردن، ما خود تقاضا نکردیم. ببینید خودشان ضربه میزنن، خودشان بدنامی میارن. این باعث شد که ما دیگه فوتبال نکنیم، این باعث شد که ما دیگه رو به فوتبال نبیاریم. شخصا خودم خسته شده بودم از فوتبال. یک از بهترین فوتبالرها بودم، لایسنس دی دارم، لایسنس سی دارم، اما خسته شده بودم. از اینکه درد داره چی است؟ در مرکز هیچ نسل جوان برای ترنینگ نمیره، کلشون هم 4 تا کانونایی که رفتن و بودن و معرفی حاصل کردن زنگ میزنن خودشان میرن. من در کابل بدم یک کسایی از شبرغان آمدن، من نمیشناختمشان، من ندیده بودمشان. اینا در اجتماع نیستن درد بانواره بفهمن، کسایی که روان که شده بود از ولایت، اینا در اجتماع نبودن که بفهمن دردش چیست که درد دموجه برن اینا برسانن که نمی درد داره نمی مردم ما. یک کسایی بودن که جرأت صحبت و معرفی خود نداشتن اما اون کسایی که میرفت درد میگفت اونا نمیرفتن. یک 4 تا میرفت که تعریف شبرغان میکرد که قدر اون بانوهای روش دارن که من نمیفهم چطور و چنان تعجب میکنم. بله. خوش حلیمه جان، شما در مورد فوتبال گفتین که گفتین در فوتبال علاقه دارم و لایسنس دی و سی هم دارم. چی وقت شما به فوتبال روی آوردین و چقدر بالایش کار کردین؟ تقریبا 2 سال پیش بود که ما فوتبال میکردیم
سالت بانوها بود که در شبگان فوتبال میکنم. بود سال علاقه من دیده فدراسیون فوتبال داشتیم، مسابقات داشتیم، مسابقات اشتراک کردیم. این کورس ها، این لایسنس هایی هم که ما دارم از کابل دارم، چون در کابل کورس های ایجاد میشد، ما میرفتیم امتحان خودم میدیدیم و باز لایسنس هم میگرفتیم. خیلی خوب، شما در کدام، مثلا شما گفتین که ما در مسابقه ها اشتراک کردیم، مسابقه های خارجی یا ولایت، یعنی داخل کشور؟ ولایتی داخل کشور، تالا به خارج. خیلی خوب، با کدام ولایت ها شما مسابقه داشتین؟ با ولایت سریپور، مزار شریف، این دو ولایت بود که ما دو مسابقه داشتیم. کدام مقام ها را از آن خود کردیم؟ متاسفانه در بیش باختیم. خیلی خوب، خیر است، این زندگی است، برد و باخت داره، هر چیز از خود برد و باخت داره. خوش حلیمه جان، از این بگوین که بغیر از فوتبال و کارهای تجارت و تحصیلتان دیگه چی کارها رو بلد هستین و چی کارها کرده گشتین؟ دیگه کار خاصی نمی کنم، به طور دپالی از او خوش دارم، مثلا بعضی کلمات جملات می سازم و صدای مصفت می کنم، اینه طورک بعض نصیحت هایی که هست در بعض جا پخش میشه اونو قسم از تجاربی که گرفتین از اجتماع آنها را پخش میکنین. خیلی خوب است و موقعی که بیکار با شما البته شما، یعنی ای رو میگوید که بعضی چیزها رو مینویسین، یعنی نویسنده اوتور نویسنده هم نیستم، اما بعضی وقت بعضی چیزها رو مینویسم. خیلی خوب است، آدم چیزهایی که در درون خود داره او رو در قلم و کاغذ بکشه خیلی خوب میشه، به خاطر که این تجربه شماست، برای دیگران نیست، یک تجربه باشه. خوش حلیمه جان، با صنایع دستی چطور؟ متاسفانه هیچ صنایع دستی را کارش هم میکنم، اما هیچ یاد ندارم. خب با آشپزی چطور هستین؟ متاسفانه شما یک دختر خانم که هستین که نامزد هم هستین، آشپزی رو یاد ندارید؟ متاسفانه با طور احسن یاد ندارم، مقصد میشد از حالت گوشنگی خدا بکشم. خیلی خوب است. خیلی حلیمه جان، میشه بگوین که مثلا شما چی توصیه میکنین به خاطر بانوان که وقتی که مشکلات میبینن خودشان از دست میدن؟ یکی از توصیه ما به بانوان دوستان است که شکست ناپذیر باشن و در مقابل هر کار هر چیزی مبارزه کنه، چون مبارزه ما دیگه هیچ راهی نداره. خیلی خوب، بانوانی که تا حال شکست را نپذیرفته باشن، آیا موفقیت آنها حتمی است؟ 100%. وقتی شکست نپذیری برایت ادامه بدی، اما آدمایی که زیاد موانع ایجاد میکنه بالاخره خستم. خوش حلیمه جان، از این بگوین که چی پلان هایی در آینده دارین؟ پلان هایی که من در آینده دارم ای است که اولش با کوشش میکنم که تجارت خود بسیار توسعه بتون، بزرگ بسازم، بسیار کارکرد هایی را میخوام انجام بتون و تا بال انجام هم دادیم، ببینیم که موفق شده میتونم. توکل به خدا. خیلی خوب، شما حالی محصل اقتصاد هستین، دیگه چی کارها را میخواین بکنین؟ یعنی در بخش تحصیل البته میخواین ماستری و دکترا، در این مورد چی نظر دارین؟ کارم توسعه پیدا کنم به رشته روابط بین الملل، تصمیم دارم که ماستری خودم بگیرم، دکترای خودم بگیرم. تصمیم تحصیلم بسیار جدی است که درسه ماستری مگر کسی دور از این که مثلا لافی را بزنه که میخوام این کارش هم اون کارش هم، باید هم سطح ظرفیت خود را برابر کنم. بله. ادعای یک چیز داشته باشم و تحصیل شرط عمده است که من تصمیم ماستری را حتما دارم، اما یک ذره که کارایم پیش برم تنظیم میکنم ماستری به هم میارم. خیلی خوب است، انشالله بخیر بر تمامی اهدافتان برسید. حلیمه جان، با آن عده اشخاصی که اولاد هایشان، یعنی دختر خانم ها را به خاطر تحصیل اجازه نمیتن، با آنها چی نظر دارید؟ اول خب برشان متاسف هستم که اجازه نمیتن که دختر خانم ها تحصیل داشته باشن، اما بعد از او آل خوب فعلا قبلا این گپا نبود، زیاد بود، آل نیست کم شده. اما نصیحت ما به چنین خانواده هایی است که اگر دخترتان دست و پایش قلب هم بکنین که اشتباه نکنه، دختری که بخواه اشتباه کنه هیچ چیز موانع شده نمیتنه، پس بهتر است که با تشویق و حمایت خانوادگی بگذارین که او پیشرفت کنه و درس و تحصیل خود البته بخواه. چون او یک دختر که محبت خانواده را داشته باشه هیچ را گمراه شده نمیتنه.
به نظر دقیقاً ما خرسند هستیم که شما دعوت ما رو پذیرفتین و در اینجا قدم رنج نمودین. خوش آمدین حلیمه جان. تشکر. تشکر از شما که ما در برنامه خود دعوت کردین. جان سپاس. Энди эсе вакытны колдан бермей туруп, şu дастурубуздун экинчи бөлүмүнө жетип келдик. Гүзөрүш бөлүмүндө бир гүзөрүш даярлаган хамкорлорубуз биргеликте барып көрөбүз. بنده سمیر مالکیار هستم، کارمند کمیته سیویدن و یکی از اشتراک کنندگان برنامه ها. سپاس از شما. دقیقا ایجاد همچون برنامه بر تمام جوان ها موثریت خود داره، بخصوص بر خانم های عزیز که قسم که از برنامه هویدا هسته. دسترسی به قانون اطلاعات بانوا زمانی که این برنامه را فرا گرفتن، اونا توانستن آگاهی خود را کامل بسازن که اینا هم بالاخره حق دارن. زمانی که مثلا ما مثال داده میتونیم، زمانی که میرن به یک اداره مراجعه میکنن به خاطر ایجاد یک شغل، اینا بر از اینا میگن که نخیر ما بسته خالی نداریم و می باعث میشه که چون اونا اطلاعات ندارن و نمیدونن که چگونه از حق خود دفاع، از حقوق خود دفاع بکنن و می برنامه جوانای امروز وادار ساخته که اونا چگونه باید از حق خود دفاع بکنن و چگونه با مو مرجع قانون با مو مرجع اینا قانونی رفتار بکنن که تا بالاخره بتونن حق خود به دست بیارن. خوشبختانه اگر سال جدید را ما با سالهای گذشته مقایسه بکنیم، دقیقا حضور خانم ها را و همچون برنامه ها بسیار پررنگ میبینیم و علاقمندی تمام بانوها بیشتر شده. جز یک برنامه ما به هر برنامه ای که به موضوعات مختلفی که دایر میشه خانم ها بیش از حد علاقمندی نشان میدن که باید حضور داشته باشن تا بتوانن اینا الگوی بانوان دیگری باشن که توانمندی بیرون شدن از خانه را ندارن. اینا میتوانن بر از او خانم ها یک الگو باشن که اونا را برشان وادار بسازن که بالاخره برای این واسه حق خود دفاع بکنین. دقیقا چون موضوعات را که ما در مدت از این روز در این برنامه خواندیم، اطلاعات ما دقیقا بلند رفته و آنچه را که مثلا به خودمم نمیدانستم بر ما واضح و آشکار شد که ما بالاخره اگر یک فرد عادی یک کشور هم باشیم، حق از این را داریم که ما بتانیم از سکتورهای خصوصی و دولتی ما بر از اونا بر ما باید پاسخگو باشن در مقابل تمام فعالیت هایی که دارن. ما حق از این را داریم بریم با اونا به شکل بسیار مؤدبانه ازشان خواهش بکنیم و اونا بر ما در مقابل هر سوال ما پاسخگو باشن.
به نام یاد خدا فریده فرهمند هستم، یک تن از محصلین فارغ التحصیل از رشته قابلگی از یکی از اینستیتوت‌های شخصی و همچنان امروز به نمایندگی از انجمن ما که انجمن جوانان اندیشمند است در اینجا حضور پیدا کردیم. موضوع برنامه ای که در اینجا ما مدت 3 روز ما باید تطبیق کنیم این است که دسترسی به اطلاعات ما چگونه میتونیم دسترسی به اطلاعات پیدا کنیم، از کدام راه و روش میتونیم استفاده کنیم تا دسترسی ما به اطلاعات بیشتر شود یا که معلومات ما اضافه تر شود. قسمی که ما اینجا مدت 3 روز آموزش میبینیم، ما خود ما عضو یک انجمن هستیم، از این طریق ما میتونیم برنامه هایی را بگیریم تا می ما بعضی از معلومات که کسب کردیم با دیگر دخترخان ما با دیگر جوانان این معلومات خود برسانیم تا اونا یک چیز بیاموزن. البته چرا نه، اگر ما موفقانه برنامه را به ختم کردیم و اتمام رساندیم طبعا اگر زمینیش بر ما فراهم شد ما میتونیم از این برنامه استفاده کنیم و همچنان با دیگر دخترخان ما یک آموزش خیلی مفید برشان بدیم تا اونا استفاده کنن، اونا به دیگرا برسانه تا ما قسم همین سطح زمینی که اطلاعاتشان بیشتر میشه بیشتر شوه و معلوماتشان برشان اضافه تر شوه. طبق معمول نسبت به سابقه و فعلا خیلی خوب شده. سابقه زمانای چند سال پیشه که جنگ و جنجال بسیار زیاد بود در مناطق ما، ولی فعلا به نظر من خیلی خوب شده. دختر خانم ها میتونه حقشان از حقوقشان دفاع کنه، مانند مرد ها بیاید در سمینارها در برنامه ها اشتراک کنه و همچنان بدون کدام مشکل اینا میتونه حقشان استفاده کنه و بهره مند باشه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، مریم یوسفی هستم، معاون انجمن اجتماعی روز و همچنین خبرنگار در رادیو تلویزیون غزل. خوشبختانه ما حضور بانوان را نسبت به دوره‌های قبلی پررنگ‌تر می‌بینیم، یعنی که بانوان ما با اهمیت حضور خود در برنامه‌ها پی برده و سهم فعالانه‌تری دارند. و اگر بخوایم در مورد خود برنامه صحبت کنیم باید اشاره کنیم که این برنامه یک برنامه خیلی ارزنده می‌باشد، به خاطر اینکه خود قانون اطلاع رسانی تا به حال در سطح افغانستان و مخصوصا ولایت جوزجان به گونه‌ای که باید به معرفی گرفته نشده و این باعث از این میشه که جوانان ما از این موضوع آگاه شوند و از این حقی که قانون اساسی به اونها داده شده از او استفاده کنند، به خاطر که ما میبینیم بیشتر کسایی که در سطح جوزجان فعالیت میکنن و میخواهند که به دنبال اطلاعات برن مخصوصا خانواده رسانه با اونها بعضی مخالفت ها صورت میگیره، با وجودی که این حق حقوق طبیعی شان است که قانون بر اونها اجازه داده که مطابق به این قانون باید استفاده کنند. ما بیشتر کسایی هستیم که هنوز تا به حال به این قانون پی نبرده و از این استفاده بهینه نکردیم و این قانون چون تازه تعیین شده باید بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. در جامعه سنتی مانند افغانستان اطلاعاتی که مثلا بانوان دارن خیلی محدود می باشه، به خاطر از اینکه با اونها بعضی خشونت های رفتاری اجتماعی صورت می گیره. خوش عزیزلر، من گزارشنی برگلیکته بار کردیک شو بانولار و زنشلردن خبرلر یعنی کورب امید که سلر همشنه برشلرن قلیله و وزلرزنی هیچ وقت هم شو ایش ساحست دا کم کورمیله، چونکه ایتاد ایرکک و ایال حقوق بر دیده درست ایچ وقت هم ایت میله که ایرکک لقلالده وزده قلمه، چونکه هر بر کشه استس قلالده، چون از فارسی اقل باید کنده تا خواستن توانستن است دیده، یعنی که هر نرسن که استایسیل هم شنگی ایتش هستیل انشالله ایتالا. خوش عزیزلر اینده ایسا بر بولمزن دستورمزن اوچنچ بولمی ایتش بکیلده bu yani bir kurashchan ayolimizni hayotlari va faoliyatlari to'g'risida sizlarga bir qisqacha ma'lumot tayyorlaganmiz, birgalikda borib ko'ramiz va shu bo'limni ko'rish bilan bizning bugungi dasturimiz ham o'z adog'iga yetishadi. Yanaqa barnomagacha yoki dasturgacha xayr qolinglar. Simosamar 1336-yilda G'azniy viloyatining Shahriston tumanida dunyoga kelgan. Boshlang'ich va o'rta o'quvni Jog'uri va Helmandda bitirgan. Keyinchalik Kobul tib fakultasiga yo'l topdi va 1361-yilda Shurishtadan forig' bo'ldi. Shuni aytsak bo'ladiki, u birinchi ayol ediki mutasib bir jamoada ta'sil ko'rgan Hazora qavmdan edi. U ta'silni bitirgandan keyin Kobul kasalxonasiga ish oldi. Keyinchalik uni tinchsiz yerlarga yubormoqchi bo'ldilar. Ammo u amniyat holatiga qarab ketishdan voz kechdi va o'zi tug'ilgan yer Jog'uriga borib, ulusi uchun xizmatga boshladi.
1984 yılda komünistler rejimi onun turmuş ortağını qamoqqa saldı ve Samar Begum aile azası bilan birgalikda Pokistonga muhacir bo'lib Kvita şehriga iqomat qildilar. Pokistonda ham muhacirlar sog'lomi uchun ishga boshladi. Sehi narsalar afg'onlarga kamligi uchun u afg'onlar uchun Kvitaga kasalxona muhayyo qilsam dedi. Va 1989 yılda bardam bo'ldi. To shahidlar sozmoni va sog'lom markazini o'rtaga keltirsan. Samar Begum ayollar va qizlarga o'qish uchun zamina tayyorladi. Shu sozmoni orqali 55 maktab qiz va o'g'il bolalar uchun ulka ichida va 3 maktab afg'on muhojir bolalari uchun Kvita shahrida bino qildi. Simo Samar Begumning ishlari baynalmilalliy nihodlarini tavajjusini ham o'ziga jazb qildi va Afg'onistonda o'quvlar tuzatishga boshladi. U Pokistondan ko'plarcha Afg'onistonga kelar edi. Yovuq manbalar Simo Samarga aytadilarki, jamda 10 sehi klinik, 4 kasalxona ayollar va bolalar uchun va bir qancha maktab qishloqlarga bino qilgan. Ke unga 1700 ga yovuq o'quvchilar dars o'qidilar. U o'sha urushlar paytida ham zahmat va xidmatdan voz kechmagan va inson do'stona xidmatlar qilib kelgan. Ko'pincha Hazora ulusi uchun xidmatlari ko'p bo'lgan. Toliblar suqut qilgandan keyin 2002 yilda Afg'onistonga keldi. Ayollar bo'limining vaziri bo'ldi va ba'zi bir qiyinchiliklar uchun u ishdan iste'fo berdi. Ammo u birinchi ayol Afg'onistonda ediki, siyosatda ishlagan. Samar Begum huquqi bashar komissiyasining raisasi bo'ldi va ayollar mudofisi Afg'oniston va jahonda tanilgan. U 2009 yilda sul uchun Nobel joyizasining kandidi edi. 1398 yil saraton oyining 26-sida Huquqi bashar komissiyasi tomonidan Sharzod Akbar uning o'rniga tayin bo'ldi. Ammo Samar Begum madaniy ishlarni hozir ham bajarib yurgan.